حالوئی سوالواج، اشوال، آره، ما مح... حالا من تو این صحبت. شما کاری که میکنید فوتبال آره میگم. این دیگه شما اوکی با... این نیست تو چشه؟ فکر کنم بیا. نه ما اوکی. اگه اومد بگید. ما کالا کاری که میکنیم برای فوتبال. تمپرچر همه رو قبل از اینکه بیان تو زمین چک میکنیم ولی حالا دلیل بر این نیست که حالا ناقل باشن یا نباشن اصلا اون چیزی نداره آره. ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم ولی حالا جالبیش اینه از ما تا الان پول نگرفتن احتمالاً می احتمالاً میخوام ببندنش باید پول آره. نگرفتم برای همینه یعنی یارو هیچی هم برای ما نفرستاده هیچ همین که چراغ اونجا روشنه آره احتوالاً... ولی دهنش یه آقای بود میومد میبسیاد میاد ببین اون دهنش سرویس شده کل اونجا رو باید سمپاشی کنه قبل اینکه ما بریم ببین کل دیوارا رو میله داره بلند اینطوری مثلا در دقیقه آخر قبل هر بازی باید بیاد این کارو بکنه زمین و پرده ها رو چه میدونم این گرون کردن پولو آره آره یه ذره و دو تا تیم هم بیشتر رو نمیدن اونجا خب همین دیگه دو تا دو, دو گروه دیگه آره آره یعنی مثلا شما 20 نفرید اونورم نه نفرید. ما ما 15 نفریم اونورم اونور برم... نفر 30 آره، نفر, این... نفر بعد این بابلا قاطی میشه وحشتناکه آره، آره. عددش آره. یعنی حالا تمپرچر اینا که شوخیه دیگه چون میتونید ناقل باشی ندونی آره آره, آره. این هست. ولی خب نباید بریم واقعا الان با این داستانه ای که الان پیش اومد تو الان میگی همین الان گفتن که کنسل همه چی همین دو سه دقیقه پیش گفتن یک قرار بود یعنی ما هم احتمال آره صدای ما رو از هفته دیگه اخبار نیوز دا 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 دا. <تصح> <تصح> بنده اخبار شده یعنی اصلا دیگه نمیشه از اخبار جدا شد خوشی اصلا من می‌خواستم دهنه منو سرویس کنم پروتکلای فرام هوم رو بنویسم اکسرسایز بکنین اینجا آماده باشیم میتونیم واقعیتش اینه که میکروفون بریم آره یعنی اگه که میخواین امروز میکروفوناتونو ببرید یه چیزی یاد گرفتم جان من این این Sa... رو میبرم, من yes. این میبرم. اینو به چی میخوای بزنی میبرم فقط کاری نشه میخواد بفروشی بزنه به یه یه کامنتی هم اومده بود توی طول هفته دو هفته گذشته که حالا ما یه هفته شو نبودیم یه هفته بودیم که اینکه من خیلی بعضی موقع میپرم تو حرف های شما ها و من از تو مذارت میخوام سعی کردم تو اپیزود قبلی نکنم این کارو زمان میبره تا آدم یاد بگیره ولی دیگه نمیپرم برای دو هفته است و یک روز این دو هفته <تصفح> من فکر <تصفح> <تو چون> کنم <میکنسه> من برای داری کامنت رو من جواب میدی که برای دو هفته سر میپری تو بعد تمرین کنی گفتم خبرو بخونم هر اره کسی حرف میزنه اینجا قشنگ جنگل قشنگ جنگله برای دو هفته کنسل کردن همه چی رو ما یکم از ایشو تو داستان توییچت رو ببینیم چیکار میکنین شبا بر برام میاد ولی دور همین میگیم میخندیم بچه‌ها چرا میگی خبری نیست خبر خاصی نیست با شلوغ با حاله نه شلوغ بودن که آره ولی من خیلی هم گفته بودن که خیلی ها که نه چند نفر گفته بودن که نذارید این تویچ باعث بشه که کوالیتی کارتون بیا پایین گفتم نه مطمئنن کوالیتی همیشه... آره همیشه خودکست اول و بعد کارهای دیگه تقدم داره آره تقدم تاخورش خیلی مهمه بعد دیگه چی میخواد یه سی دیگه هم بگم و همینطوری علکی از یادم رفت تو چیزی نشتی بگی کارون نه بزن تا 23 نوامبر دوره خبر میکنه تو چی فرزاد این هفته دیگه نه آها ببین میگه که اونایی که تنها زندگی میکنن میتونن یه اسمال بابله یه نفری یا دو نفری داشته باشن که خودشون با خودشون یه نفر نه خودشون, به علاوه یه دو نفر دیگه میتونن در ارتباط باشن بعد چه جوری الان جریمه و اینا میشه آدم نمیدونم احتمال جریمه باشه یه اپیزود در میاد کارون اعلام قبلی گفتم که رفتم سفر البته استیکیشن به قول کارون خونه بودیم بعد ایمیل اومد همین چند روزی که ما رفتیم بیرون شهر از رئیس که دوشنبه که برمیگردی دیگه تو تیم ما نیستی به مدت دو ماه چی؟ میره توی تیم دیگه نیاز داره. تا دیگه تو باشی دیگه نری مسافرت من هم تو رو والنتولد کردم به قول خودش و حالا ما دوشنبه میخوایم بریم توی تیم دیگه کار کنیم آقا تبریک میگم بهتون گروه فیتنس و اینا همه تو دو هفته چیز شد نه بابا یوگا آخه دو هفته به نظر کم میخوان تست کنن آره حالا می مینی الان مشکلش چیه من ساسپند شده ایمان ساسپند ورزش جمله هم این دور اسپورت خود دارم من میخونم من میام یه چیزی بگم یه کلمه انگلیسی میندازه واسه تو هفته ساسپند ما یه همکاری دارم که مازیار جان سلام که یه بچه مدرسه ای دارن و الان مدرسه ها اینطوریه که دل بخواهیه بچه ها میتونن برن میتونن نرن تقریبا یعنی هیچ کس هم به هیچ کس گیر نمیده خیلی عجیب نیست و حالا عجیبش برای من اینه که میگه وقتی که نمیره مدرسه ناراحته بچه همون یعنی دنبال این خب اینه که خب خب مثلا بره پیش دوستاش باشه و اینا باش گفتم زمان ما بود چه میدونم 5 میلی متر <تصف> برف می اومد ما از صبح ساعت 5 میشستیم جلوی شبکه <تصفح> خبر اون زیرنویس رو میخونیم ببینیم که آیا تعطیل میشه یا نه خب, خب یه بار مثلا چند بار در سال بود این دیگه طولانی شده حوصل سر بره مطمئنا من ایران بودم تعطیل اش می‌کردم اینقدر زیاد دیگه دیوونه اون تو برو اون تو دنبال انقلاب بودی ما دنبال تاموجری ولی برای من جالب بود من حالا شاید هم این فاکتوری که کارو میگه موثر باشه اینکه خیلی زیاد شده الان و زمانی که حالا گذشته ازش زیاد شده ولی من یادم میاد ما بچه که بودیم همش دنبال تعطیلی بودیم یعنی فقط دنبال این بودیم آلودگی هوا جام تعطیلی شهادت پول معلم رو ندن آره پول معلم‌ها رو ندن احتساب ما نداشتیم احتساب ما یه بار داشتیم توی می کجا هما ما دولتی می رفتیم من یه سال دبیرستان دولت که دولت رفتم ایران <applause> سال اول سال دوم رفتم ها <applause> سال, <بحثت> سال, <applause> سال, اول دبیرستان هم رفتم اونجا ما یه عادت اول یکی دو, دو روز نرفتم یه شنبه شمب... تو... یه یه شنبه, شنبه, میکردیم حالا یه نکته بود که ما هم میشستیم وقتی <applause> برف میومد جلو تلویزیون <تصفي بعد زیر چه حالی کلی شما همیشه تعطیل می‌شد. نه کل آره همیشه. همین کلیه مثلا مدارس تهران بزرگ تعطیل بعد اصفهان باز. اصفهان همیشه باز. همیشه به مناطقش فرداست یک تا معمولا تعطیل می‌شد. ما, ما پنج بودیم آره آره من به این بعضی موقع میگفت یک تا چهار پنج نمیگفت دیگه میخواستم خودمو از وسط سه قسمت بکنم. آره بعد یه وقتی مثلا دبستان راهنمایی میشه دبیرستان اینجا رو شما دیگه. <applause> بعد حالا می برای من چی جالب بود ما اوایل که اومده بودیم اینجا من همیشه اینو مثالشو زدم ما سال اولی که اومدیم برف عجیبی اومد توی این شهر ببین در حدی که ما مدرسه من توی اجمونده و یه سرباله خیلی عجیب کپلان رود رو باید بری با حالا کسایی که میدونن نمیدونن یه سرباله آه. خیلی زیادی داره اتوبوس نمیرفت بالا ولی ما با میرفتیم مدرسه اتوبوسه میرفت بالا دوباره سر میخورد <applause> میومد پایین اصلا یه بسات بس عجیب شده بود اما من اینطور بودم که خب من صبح که بانشون نشونم صد درصد که تعطیله بعد زنگ زدم به چند نفر رو اینا گفتم نه بابا اینجا مدرسه تعطیل نمیکنه برابر الان میگم با... الان دانشگاه هم تعطیل الان آره نمیدونم آره. به ما آره. که میرسه حالا اون سالی که ما دانشگاه بودیم برف اومد هیچ اتفاقی نیفتاد ما میرفتیم مدرسه نصف بچه ما توی اتوبوس بودن گیر کرده بودن و اینا معلم گفت نرسید نمرتون بهتون نمیدم سال بعد این بیماری اومد همه نشستن خونه در اشغال میکنن اصلا داستانی هر موقع به ما رسید نه البته سخته ها من مثلا حالا خواهرامو میبینم یه افرادی که دارن الان آنلاین درس میخونن من اگه بودم سخته. مطمئنا میافتادم 100 درس باز آره. دانشگاه من... راحت تر در... مدرسه افتضاح یه معلمی میخوای به درس بده اون نیست دانشگاه لودی خودکار من داره. روز روز عادیشم کورس آنلاین میگرفتم خودم آماده کرده بودم سه این روزا اگه بودم دانشگاه خیلی اوکی من نه من هیچ وقت نمیتونم من باید یه زور بالا سرم باشه یکی بزنه تو سرم اگه نباشه نمیتونم کارامو درست انجام این کلاس آنلاین تریک داره بعد اون تی اون استادی که هست حالا آنلاین دیگه آفیس هاور. با... بعد باید بری باش رفیق شی همین چون هیچ کی نمیره آنلاین مثلا با استادش حرف بزنه یا مثلا چی من این کارو میکردم و نمره خیلی خوب بود کلاسی بود که دوست داشتی که دیگه آنلاین معنی داشتی کلاسایی که دوست نداره آنلاین برمی پولو دادی به آمازی ها؟ بله الان اسمشون اومد؟ بله نه نه آخه این سوال پرسیدی بریم سر اپیزودمون شما چیز نشتی بگی؟ نه دیگه سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با ما هستن سلام سلام همین اول بگم که ما رو میتونید توی تمام پادگیرها و سرویس های پادکستی بشنوید توی اپل, اپل پادکست گوگل پادکست پادبین پادبین کست باکس و تمام سرویس های پادکستی مختلف و میتونید ما رو به صورت تصویری توی یوتیوب تماشا بکنید با یه مقدار کانتنت و محتوای اضافه مثلا امروز یه دو تا ده دقیقه بیشتر صحبت کردیم بیاین اونجا سابسکرایب بکنید و با ما باشید توی یوتیوب جونم براتون بگه که اپیزود 258 ماست درسته؟ چی همیشه از دو میکنم؟ الان سه چهار هفته همیشه یه هفته درست یه هفته درست است آره. آره. من میکنم. درست. من اپیزود در که اول هم یاد خیلی آخه من خودم بعض این تویدی هم که اگه اپیزود آخر رفته باشم میگم خب من که دوبار نه اپیزود برم ولی واقعا اینطوری که بعد دوبار که خیلی هم منطقی بود برام که من اپیزود دومم دیگه ولی من از اینجا فهمیدم که آخر اپیزود فرهاد آره نه درسته من 100 درصد به خاطر من بودم من خب باز موضوع رو دیدم دیگه شاید جونم براتون بگه که چه خبر همیشه خوب مشکل نداشتین الان نه همین چند دقیقه پیش ما رفتیم تو لاکداون نه از ده شب امشب ساعت هم گذاشتم الان ما وقت داریم یه سری جا مثلا سالم سالن ورزشی رو بهشون وقت بدن که کنسل کنن آره الان باید بریم چیز کنیم دوباره بریم غذا بخریم چون که شروع میشه نه دو هنوز کنسرو دارم دو هفته از اون الان یعنی ما هفته بعد احتمالا دوباره باید از خانه اذیت داری میشه احساس میکنم داره بهت فشار بدی میاره این بیماری و این تو خونه موندن و اینا داری آه. احساس هنوز احساسش کردین من خودم احساسش کردم و من خودم احساس میکنم که داره از لحاظ ذهنی میریزه آدم و به هم و دیگه اون آدم بشوش قبلا نیستم خیلی بیشتر ناراحتم تا بخوام خوشحال باشم نمیخوام ببینم کسی اینجا همچین احساسی کرده چون اولش یادتون میاد میگفتم من اگه الان میتونم برم انفرادی راحت فلان و اینا ولی ببخشید آه. ببخشید گوخوری اضافی بود ولی خب الان به این نتیجه رسیدم که اصلا اینطوری نیست و آدم نیاز داره به اون هیومن اینتراکشن که هست آره من ورژن حضوری پادکست رو راحترم تا پشت چیز آنلاین آره. شما چی شما منم به اون رسیدم که دیگه یک کمی سخت شد و به خصوص سر کار مثلا بعضی از حرفهایی که حتی کاری مثلا مشخصا جا میندازی دیگه چون اون اون رابطه رو نداری کنارت نیست مثلا همکارت باید زنگ بزنی و یه میتینگ ستاپ کنی من حالا چند روز پیش داشتم با دوستان توی استرالیا صحبت میکردم داشتم میرفتن استادیوم برای بازی اوه اونا صفر دیگه الان تعدادشون صفر دیگه همه چی باز شده همه کار دارن میکنن آره ولی خب ببین نمیدونم از این ضربه اقتصادی که خوردن چه جوری میخوان ریکاور بکنن این خیلی سخته چون یک از هوایی و اینا. ه... یکی از یکی از بزرگترین چیزاشون سنتاشون با... یا هوایی بوده یا توریست بوده دیگه که هیچ کدوم از اینا دیگه آمریکا که الان اصلا براش مهم نیست پرواز داره میره میاد و اینا. اینا خب به حال این کشورهای مختلف الان روکردهای مختلف دارن مثلا تو الان میتونی بری تورنتو میان استانی اون میان استانی هم نمیتونم برم مگه اینکه میگم یا خیلی زردی باشه دولت رو زیر قرض دیگه اینجور ما واقعا قرض میگیرن بعد با تکس و اینا باید جبران کنن بریم سر اپیزودمون بیاین در نظر بگیریم که توی یک روز گرم تابستانی شما و رئیستون و چند تا از همکارتون پنج شیش نفری رفتین یه رستوران و اون اه دوست عزیز گارسونمون یه آدم خیلی جوانی و اومده مثلا شما نشونده یه جا نشونده یهو رئیس قاطی میکنه شروع میکنه گیر دادن به این به این گارسونه آقا من اینجا جای همیشگی من نیست گارسونه میره مثلا با مدیر صحبت میکنه میاد میگه ببخشید ما الان جایی نداریم که شما رو عوض بکنی با اینجا بشیم بعد میگه که نه اینجا خیلی آفتاب میزنه یه جوری خمیازه داشت که ماسکه اینجوری کش اومده زوم کن کوچشت انقدر ماسک خوبه واسه آره این کار رو نسه. آره اصلا ماس... اون اینقدر تابلو بود نه ولی ماسک برای خمیازه زیر پوستی خیلی خوبه آره اونا تخصص کار فرهاد اینقدر شده بود ماسک هم کش اومده بود بفرمایید بگید بعد مثلا مدیر گیر میده آقا اینجا گرمه ما رو یه جا دیگه دوباره مثلا میگه آقا اینجا جا نداریم دیگه مثلا همه جا پرو و اینا میگه چم اینجا صدای ساخت و ساز داره میاد ما رو اذیت میکنه و این طرف هم که از میز که دور میشه بهش تیکه میندازه بعد و بیرا بهش میگه و اینا بقیه هم که شروع میکنن توی اون تیم مثلا چند نفر دیگه هم هستن که شروع میکنن به تف بعد و بیرا گفتن رئیسم خوشش میاد مم. که شما دارین پشت این صحبت میکنین مسخرهش میکن، اینا با من همسوین میخوام اگر شما سر این میز بودین آیا به رفتار اشتباه رئیستون اعتراض میکردید یا نه من خودم صد درصد ساکت میموندم هیچی نمیگفتم تو اینجور شرایط معمولا قدرت تکلم و از دست میدم که بخوام مثلا به یه نفر بگم حالا کاری که داری میکنی اشتباس مخصوصا اگر که یه ردهی بالاتری از من داشته باشه یا سنش از من بالاتر باشه <applause> منم منم همینطور دوست. دوست دارم که مثلا ت... آروم یه چیزی بگم حالا ولش کنید حالا فلا اینا ولی وقت حالا آدم س... سرم باشه... سکوت میکنی آره. میخوای چی... که حالا اون نظر مخالف تو که به طرف میدی داری میگی که کارش اشتباس دیگه نمیخوای در این حال تو جلوی جمع مثلا اونو خرابش بکنی با اینکه کار اون و ذات کار اون اصلا کار اشتباهی اون داره یکی دیگه ولی خب جمعا باش همراهه دیگه میدونی یعنی چندین نفریم که اونجا هستن اونا شروع میکنن با این رئیس همسو شدن یارو مثلا مسخرهش میکنن آره منم متاسفم شما چی تو خب شرایطش باشه ولی شاید یه چیزی بگم میگی آره بعدم اصلا تو محیطی باشیم که همه این کارو بکنن حالا تو محیط اشتباهیم که هم رئیس مثلا تیکه بندازه هم دور و بندازه یعنی آدمای لومپنی هن. خوب. آره، ولی آره خودیتون شرد. برای دفعه‌ی اومد آدیش کنه یه جمله بگی روژ، آره، فکر کنم تو اون لحظه نتونم چیزی بگم به خاطر اینکه به خصوص اون جو خیلی هیتی و چیزه. مهم. ولی شاید بعدش بتونم با منیجر صحبت کنم. ولی همون لحظه نه 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 آدم نه توی مثلا روی نه. گاردسون و اینا مثلا چیزی به طرف نمیگه. بفهم. زیاد چیزی تو اکباتان فاز یک نشستم خیلی وقت پیش بچه بودیم راه نمایه دبیرستان بعد اه... یادت یه پیتزا همسایه نه همسایه نه یه دونه دیگه توی آچار رو آچار بود پدر بزرگ شو... یادم نیست بگو حالا اونجا نشسته بودیم فکر کن مثلا کنار پاساش بعد سه نفر بودیم نه نه, نه بگو. بعد اه... مثلا دو نفر به یه بر نشستی یه نفر پشتش بمونه بعد یکی از دور داشت میومد بعد این شروع کرد گفتن که مثلا ما فرض کنیم مثلا از اون آدم بعدمون میاد و اینا بعد این مثلا یکی شروع کرد به اون بعد و بیرا گفتم بعد این رو مثلا اون آدم لاتی هم بود خیلی راحت نمیتونستی باش مقابله کنی بعد این روبرین گفت بابا نگو فلان و اینا گفت نه چیه بزا بشنوه بزا بشنوه این هی که نزدیکتر میشد این صدا هی کمتر بعد این رسید دیگه اصلا صدا چی نمیگفت این گفت یادم افتاد حالا تو این سناریویی که تعریف کردم سه تا فاکتور وجود داره که باعث میشه مرزهای اخلاق جا بشه و ما اونا رو یه جورایی رد بکنیم یکیش از آمنیپتنس یا قدرت مطلق که به حالتی میگن که وقتی یه نفر انقدر احساس میکنه که حق با یا به قول خارجی ده، که اصلا خدا رو بنده نیست دیگه این اشخاص فکر میکنن که قوانین اخلاقی جامعه اصلا برای اونا وزن نشده و اصلا براشون مهم نیست دومیش کالچر نامنس یا بیهسی فرهنگی که حالا در مورد بیشتر توضیح میدم وقتی بریم جلوتر وقتی اتفاق میفته که افراد جامعه شروع میکنن یواش یواش یه سری افکار یا رفتار منحرف رو قبول میکنن یعنی مثلا توی مثالی که زدیم اون افرادی که مثلا سر اون میزه نشسته بودن اول فقط رئیسه داشت چیزی میگفت بعد اونا شروع کردن باش همراه شدن و کار اون رو دنبال کردن و آخریش هم هست justified neglect یا توجیه کردن قفلتی که داره انجام میشه وقتی اتفاق میفته که آدم ها یا افراد جامعه حرفی رو در مورد حرکت غیر اخلاقی یه نفر دیگه نمیزنن کاری رو در موردش انجام نمیدن که بخوام باهاش مقابله بکنن چون سعی میکنن که اون پاداش همون لحظه رو بچسبن و همراه بشن با قدرت برتر که تو مثال ما اون رئیس است یعنی که من الان بهتره که مثلا شغلمو نگه دارم تا بخوام حالا به این درس اخلاق بدم ولش کن بذارم شغلمو نگه دارم پولمو بگیرم اینم حالا آدم بی مهم نیست تو میتونه چیز منطقی باشه تو اون لحظه این حالا خارجی ها اسمای شیک دارن فارسی میگه نهی از منکر و اینا دیگه نهی از منکر میگن آره دیگه چی آخرین چیزی که گفتی چی بود جاستیفاید توجیه کردن قفلت جاستیفاید نگلکت نه وسط داشتی توضیح میدادی میگفتی که آره وقتی اتفاق میفت که آدم های یه افراد جامعه حرفی رو در مورد کار غیر اخلاقی بقیه نمیزنن یا کاری انجام نمیدن که باش مقابله بکنه نهی از منکر بکنی نهی از منکر بکنی خیلی شده اه... یا مثلا پیش خودش میگه که من الان چیزی نگم شاید برام بهتر باشه تا اینکه بخوام تو روی رئیس وایسم یا تو رفیقم هم وایسم هم. اه... همین فاکتور توی هم تو های بزرگتر هم وجود داره این که فاکتوری که گفتم مثلا توی اون فرادی که ولکس وگن زده بود در مورد آلودگی هوا آره. و مقدار آلوی یا مثلا توی صنعت سینما هاروی واینستین بله. اه... اتفاقایی که افتاده یا اتفاقایی که توی فیسبوک افتاده بود و هزار تا مثال دیگه که وجود داره مثال اخیرش توی ایران چیزی که آقداشلو درست میگم؟ بله بله بل. آه آیدین آقداشلو آیدی آره. درسته آره. توضیح میخوای بدی یا میدونن همه دی... نه ظاهرا یه سری حالا ما خودمون تحقیق نکردیم هیچ تایید رسمی نشده ولی خب یه سری چی میگن؟ زبون به اعتراض برآوردن که مثلا ایشون سری فعالیت های... آره تعرض جنسی و اینا داشته بعد دوباره یه سری خبر از نزدیکان ایشون اومد که خیلی‌ها میدونستن این همون دیگه خیلی مثلا میدونستن اره. بیان نکردن و این ادامه دار بود راجبه محسن نامجو چند تا در اومد من خودم مثلا اره. ویدیو دیدم نمیدونم توییت دیدم هست دیگه که... خب احتمالا قطعا کسایی هستن که با خبرن از این موضوع هیچی نگفتن اینم بگم که شاید ثابت کردن این حرفی که الان میخوام بزنم خیلی سخت باشه ولی فکر میکنم میتونیم با هم یه اتفاق به یه اتفاق نظر برسیم که شرکت های بزرگ دنیا کمتر تصمیمات خودشون رو بر اساس اخلاق میگیرن مخصوصا هرچی که از زمان تاسیسشون بگذره شاید اون اول که میان یه سری معیارهای اخلاقی خیلی باحال دارن که میخوان به اونا پایبند باشن ولی هرچی میرن جلوتر میخوان در واقع اون اعداد رو بیشتر راضی نگه دارن و اون سرمایه گذاره رو بیشتر راضی نگه دارن برای همین شاید از اون میارهای اخلاقیشون یه ذره دورتر میشن صد درصد بله. آقای وارن بافت هم که همه بهشون آگاهی میشه میشنسینشون توی جایی داشتن صحبت میکردن گفتن هر روز صبح دو خط از کتابایشون رو میخونم چار دو... بین بین دو خط دیگه یه ساعت نمید دو که؟ گفتن که در طول سالهایی که من حالا زندگی کردم کمپانی ها رو با رفتارهای مختلف دیدن چه در امر حسابداری و چه در عملی که دارن انجام میدن یه کمپانی هستن که فقط برای اینکه سهامدارا رو راضی نگه دارن حاضرن یه دروغ کوچیک بگن و همین دروغ کوچیک میتونه قدمی بشه برای اینکه برسن به کلاهبرداری خیلی سنگین تر توی زندگیشون بعد یه سری مثال هم از عزیزانمون بخونیم از کسایی که برای کامنت گذاشتن من یه سوال پرسیده بودم که آخرین باری که کار غیر اخلاقی کردین یا تصمیم غیر اخلاقی گرفتین دلیلش چی بوده یا حتی ساکت بودید و کار درست رو انجام ندادید و مقابله نکردید با کار غلط حالا بعضیا جواب این سوال من ندادن ولی خب من بعضیاشو میخونم یکی گفته بود که نگفته بودم چی کار کردید گفته بودم که چرا ولی گفته بودن که مثلا به شرکت بیمه ماشینم دروغ گفتم گفته بودن که ایران به سردار دانشگاه پول دادم که توی وقت نار بره و اتاق مدیر مدرکی که ایشون نیاز داشته رو مهر کپی برابر اصل آه بزنه, بزنه بیاد این بود آره و فکر و پیشنهادم مثل که از طرف سرایدار بوده ایشون فقط مثلا کارشون را بیفته گفتم من این کارو براتون انجام میدم دیگه پولی عشان. عشانی. دادم عشانی. حالا ایشون که درستر جواب داده بودن گفته من دلیلش آروم کردن خودم بود و دلیل ادامه دادنش کم بودن قدرت نگفتن یکی دیگه گفته بود به کسی تبریک گفتن و ابراز شادی کردن ولی قلبا خوشحال نبودن برای اون رفتار و نفر بعدی هم گفته بود که دروغ گفتن توی کار به دلیل اینکه به شدت داره انجام میشه که اگر توی اگر بخوای کار درست رو انجام بدی باید بری تای صف برای همینه که حالا یه کار غیر اخلاقی کردن دروغ گفتن توی, توی سر کارشون من خودم بخوام بگم کار غیر اخلاقی رو سعی میکنم کمتر انجام بدم الان چند سالیه ولی خب تا دلت بخواد تو ایران فیلم های کپی و اینا بازی های کرکی چه میدونم تو مدرسه و دانشگاه تقلب و اینا که اصلا دیگه به قول کوروش میگفت میگفت تو دانشگاه تقلب نکردی اصلا دانشگاه نرفتی اصلا دانشگاه رو گشتن که بخوای تقلب بکنی ولی خب همیشه این نقطه ضعف تو من وجود داشته که اگر ببینم یکی داره کار بدی انجام میده کار غیر اخلاقی انجام میده اگر با طرف خیلی صمیمی نباشم معمولا دهنمو میبندم و ازش گذر میکنم تازه قبلا هم بدتر بود اینجوری بود که جایی هم نبود مثلا بریم بشیم صحبت کنیم اینجا حداقل میایم اسم رسمو رسم و رو عوض میکنیم یه زی میگه آدم خوش خالی میکنه الان تو خودکست ولی خب قبلا همیشه اینطوری بوده که من هیچی نمیگفتم حرفی نمی زدم و همیشه آدم میریخت تو خودش و اینطوری هم وقتی هم میری خونه دیدی شجاع میشی وقتی که مثلا اونجا تمام میشه هم بودم باید بهش فلان چیزی میگفتم صد تا راه مختلف میاد تو ذهنت ولی خب هیچ کدوم هم اون موقع انجام نمی دیگه آره. شما نمیدونم اصلا مثالی دارید چیزی میخواین در این مورد بگید از این سوالی که من پرسیدم باید بایا. مثال سیاد رو نمیدونی کدوم رو بگیرم ولی اخیرا فکر کنم همین داستانی بود که با روژین و این شبکه که در اختیار ما قرار داده بود سری بگو چه شبکه چون که حالا آه نه شبکه بعدی خوب. نه روژین شان یه لطفی نمای کردن اکسس داده بودم اما تمام شبکه پولی رو من داشتم میگرفتم بعد کیفیت عالی کیفیت عالی من مستقود بسکتبالی دم با کیفیت اشغال خب یعنی منطقی یعنی دوزی نبوده نه نه مثلا بگه سرویسی وجود داره و پولیه آره پولی بود حالا روژین به یه دلیل این اکانت رو داشت و به ما داده بود باید. بعد این اکانت با اجماعه مثلا پنی نفر همزه ها میتونستن توش لاگین باشن <تصفح> ما خیلی وقتا میرفتم مثلا میدیدم زده بود مثلا گوگل کروم یکی دیگه گوشی یکی دیگه و من نمیذاشت من من سریع یکی رو ریموف میکنم به غیر قره خدا مجاره گذیم میگردم بازی رو میدم. می بعد متاسفانه به بازی فینال و اینا که رسیدین قطع شد این سابسکریپشن ما هفته دیگه... سختی آره نه نه زردن. خیلی راحت جایگزین پیدا شد آره بعد یکی دیگه هم بود این دیگه تقصیر ایمانه <applause> یه تا یه زمانی بود که بچه‌ها که میمدن خونه ایمان اینجا دورور خیلی جا پارک نبود بعد پارکینگ های ساختمون ها یه سری جای چیز داره پارکینگ برای ویزیتور داره کسی که به هم میاد و اینا میتونه اونجا بذاره بعد ایمان هم تبلیغات میکرد که آره ساختمون ما پارکینگ داره هر کم میومد ماشش اونجا پارک میکرد اوخ پشت پرده قضیه داستان بود که هر خونه مثلا اجازه داره که یه دونه ماشین اونجا پارک کنه و یه کارت پارکینگ هم هست که تو باید بذاری زیر وگرنه قانونا میتونن ماشینو با جرثقیل ببرن یه سال نمی بردن دیگه آره بعد یه, بعد یه همین دیگه که... برای یه مدت طولانی ایمان مثلا بچه ها می هیچ ماشینی هم برده نشده بود و اینا بعد دیگه منم میذاشتم یه بار اومدم پایین دیدم که ماشین نیست <تصفح> جا بعد دیدی مثلا اول تو مرحله دینایل بودم که نه من یادم نیست کجا پارک کردم مثلا چند بار مثلا 20 تا جای پارک هی من رفتم نیست 10 و... تا جای پارکینگ من <تصفح> هی رفتم اومدم دیدم نه واقعا نیست بعد نمیدونستم جا زنگ زدم ایمان ایمان اومد ما رفتیم زنگ زد به این شرکت هایی که جر سقیل میفرستن اینا ماشین رو شما بردید بله. گفتن که بله و ما رفتیم یه پول زیادی هم به اینا دادیم که فقط حالا ماشین برگردم بعد از اونجا به بعد ما گفتیم که باید مشکل رو ریشه ای حل کنیم خب. چون که نمیشه دیگه ما مثلا هر سال میان که نمیتونیم ماشین مثلا تو اوتوبان که نمیشه گذاشت من باید, باید مشکل رو ریشه ای حل کرد <تص> ما گفتیم که چیز کنیم به تولید انبوه کارت پارکینگ ایمان اینا برسیم هر که الان برای خودش یه دونه داره یه هفته ایمان کارت پارکینگشو داد به ما بعد بعد با فوتوشاپ یه کارت پارکینگ اینن تولید کردن از مال خودم بهتره زدیم روش بعد ما پرینت کردیم در اختیار اون قرار دادیم که ماشینشون چرا سقیل نبرن حالا بیزه خیلی عجیب بگم ماشینم رو تو پارکینگ خودم بردن چند روز پیش به خاطر آره میره برای چی؟ زده بود بیرون فایر اینسپر... ببین وقتی به این چقدر باید احمقان است ایمیل نزدن خب گذاشتن تو آسانسور منم از خونه بیرون نمیرم تو طول ویکند اصلا هیچ جن همش تو خونم خب منم نرفته بودم صبح من دیگه شارو کلا کردم داشتم رفتم سر کردم دم یه توی پارکینگ توی آسانسور زده که فلان روز بعد پارکینگاتون خالی نگه دارید و منم نگاه کم دارم که خب این که امروز ساعتش هم گفته هفت صبح منم که نکردم ولی اینا که جو پارکینگ من که اینا نیست عدد گذاشته بود رفتم در ماشینم نیست و کجا گذاشتم ماشینو اون اون پارک ولچ نه و برده بودن تو کرده بودن برده بودن کلی پول در آره آره همون هم که تو دادی و منم دادم ولی این کنسوزیش بیشتر از اون پارکینگ خودمه آره ماشین خودم بوده آره ولی خلاص تنها نیست یو ار نات وی ار این دیس توگیدر ساختمون عجیبه چون اون روزم گفتیم میان آلارم رو چک کنم من هیچ ایده‌ای نداشتم که امروزه من نمیدونستم تو تو چه فهمیدی بابا اصلا و... اون روز که اصلا خدا بود اون روز ببین برای آلام چک کردن معمولا یه پرسه مثلا نیم ساعت هست تو خونه ما میان دونه دونه چک میکنه وا میکنه باتریشو عوض میکنه اسپری میزنه بعد دوباره اسپری میزنه دوباره مثلا بعد بوق بزنه فلان و اینا حرف تو رو کجای بعد اون روز من به فرزا گفتم که آقا اینا داشتم می اومدن به من بگو چون فرزا طبقه بالای ما از بالا معمولا میاد بعد یارو اومد و اومد فقط اینجا رو یه نگاه کرد رفت اصلا اسپری هم نزده صدا هم در نیورد از اینجا نگاه کرد رفت گفتم ما آف گرفتیم بمونیم تو خونه برای اینکه به شما برسیم اه ولی اه آره خلاص ماشین ما رو چند پیش بردن بخشید شما بگو پارکینگ نه میگم حالا این چند ساله که کارون خیلی شیک میان اون زیر میذاره گرم و نرم اینا ما همش دوره این ساختمون بگرد بتا آقا من یه بار دادم به یک کدومتون این کارتر قرار بود تولید انبو بکنی خود من دادی من اون رو نداشتم نتونستم اون بکنه. بکنم داره بد میپره. در مورد سوالی که پرسیدم هیچی نداری بگی اصلا تو فراد تو زندگیت که تو اصلا انجام ندی آدم مثبتیه بابا خب چرا اینطوری میگی چه حجم وارد میکنید خیلی قانون من داره منم دارم فکر میکنم کدوم میخوام من یه بر خودیه خیلی خوبه تو از خودم ویتامین دی دارم من یه جدی میگم مثالی که همین الان هر کی کامرسش اینجا خیلی دورش یه مثال دیگه که چند وقت پیش اتفاق افتاد من یه برای پلی استیشن دست سر رو یادم افت بگم بیاری با یه یه دسته خریدم که خوب دسته اسپشیال فلان و اینا زیرش دو تا دکمه داره و دسته گرونی هم از برای خودش حالا من اینو خریده بودم آقا من خ... هفته بعد ورژن جدیدش میاد نه نه خلاصو پرفورمنس دو بعد خلاصه من اینو خریدم و اینا Uh, یه دو هفته بعدش خراب شد. اه. شروع که کار نکردم بعد پس فرستادم براشون. دیگه خورد به این بیماری و فلان و اینا سه ماه اونجا بود. اوه خیلی قدیمیه پر آره آره. آه. من اینو مثلا ماه می خریدم. فرستادم براشون این چند چم... چند چم... ای پیش اومد. یه هفته پیش اومد، هفته پیش اومد. باز کردم دوباره خراب. اه. دوباره براشون فرستاد اول تا باز کردی خراب بود زدم فهمیدم نه دیگه میدونستی یه بار زدم فر... تستش فرستن. کردم تقریبا مطمئنم که همون فرستاد برو تو شکایت کن <تصفح> بعد حالا آمریکاست بعد دوباره براشون دوباره مثلا بعد از 18 تا ایمیل اینا فرستادم بعد به فراد زنگ زدم میگم فراد یه فرادی من بر روی اینا بذارم اینا دیگه خیلی فشار آوردن به من چون که مثلا دسترم نمیاد و تحویل بده پارت کرده تو میل باکس پایین یعنی توی میل باکس هم کف زمین توی میل روم پیداش کردم بعد دیگه به فراد گفتم فراد چیه تو نظر تو اینا فهمیدیم که بهتر که فراد انجام ندیم دیگه با هم به این که این کار نکنیم جلوتو گرفتن؟ نه <تصفح> <تصفح> دیدیم خب نمیشد دیگه یعنی دیدیم که راههایی انقدر... که هست ممکنه راه بدتری کشید ولی انق... انقدر ایمان عصبی بود فکر کنم فرها گوشته به اول برنامه زنگ زد به من گفت اینطوری شده اینا چیکاها... آره من گفتم من به بس... جونیورتون زنگ بزنم قسمت بود من وصلتو <applause> <مستجزی> میکنم آره <applause> چقدر باید بد باشی که من میخوام حالت باشه که اینطوری اپیزود شما دا. چیزی اگه نری من ادامه بدم بعدا یادتون اومد بگید بابا ببین من آخه فکر کنم قبلا هم گفتی من وارنتی میگرفتم روی مثلا لپتاپ و تلویزیون اینا بعد من مک داشتم از 2000 ده یه مکبوک گرفتم روش وارانتی بود این رو به آخرش که رسید شروع کرد به سری مشکلات برخوردن آره برخوردن سری مشکلات پیدا کرد اینا بعد ما دو سه بار رفتیم از جایی که خریده بودیم اینو دادیم و تعمیر کردن اینا فهمیدیم که یه قانونی دارن که مثلا اینکه تو دو بار یا سه بار که یه مشکلی پیش بیاد یه دستگاه رو دیگه ازت میگیرن پولش رو بهت میدن اون پولی که او روز اول دادی و رو همین منوال دیگه ما تا سه, سه, نسل نسل مکبوک عوض شده هی مشکل پیش اومده واسه <applause> یه بار گوشی نو گرفتی گوشی نو زیاد گرفتی ایمانم گرفته <applause> نه به بخودو... خدا نه یه دوران میگرفته من با... و... من, ها ها، ها من, م... میگه... من خیلی بچه بودم گوشی نو زیاد گرفتم ولی خیلی بچه نه نه گوشی نو که یه بار با سشوار و اینا یه برنامه درست کرده بودی بود گوشی باتری برم میدادی گوشی نو کرده بود نه فرهاد میتونه یه اپیزود کامل رو اینا بده بهتره کنیم کتاب دارن ایشون در مورد کارون که گفت پارکینگ اینا به نظر من پارکینگ یه کتگوری خاص داره و من کلا تو اتیکس شخصیم پارکینگ اصلا چیزی نیست یعنی تو دانشگاه مثلا همه کارهایی رو فکر میکردم پلن میریختم که کارهایی مثلا که من یه جا پارک میکردم تو دانشگاه همون که میدونستم اونجا موبایل خط نمیده اینا وقتی بیان نمیتونن جریمه کنن اون دستگاهشون خط نمیده من اونطوری کار میکردم بعد میدادم با زوق تو خونه میگفتم مامانم نگران بود میگفت این کارو درسته چیکار داری میکنی گفتم هر کاری غلط باشه این پارکینگ مسئله نداره هنوزم به پارکنگ... با همین هنوزم به همین با سر پارکینگ اس بچه داشتیم بچه‌ها پلاک ماشین عوض میکردن آره آره بچه‌ها یکی بود پلاک ماشین شد دو سه بار عوض کرد به چون تیکت میگرفت پولش نمیداد میاد پلاکشو عوض میکرد همه اینا برگردیم سر اپیزودمون مثل روال همیشه بیام ببینیم چطوری میتونیم همچین رفتاری شناسایی کنیم و حالا چجوری میتونیم باش برخورد کنیم یا روش بهتر برخورد باش چیه برگردیم دوباره سر همون ستا فاکتوری که بود اولیش قدرت مطلق بود خیلی از خطاهایی که آدم انجام میده یا انحرافایی که تو زندگی میره میتونه به این حالت و به این احساس که من خیلی قدرتمندم و کسی نمیتونه مثلا منو زمین بزنه برگرده برای کسایی که شغلای مدیریتی دارن مخصوصا این حالت بهشون این رو میده که تمام قوانینی که هست برای همه هست به جز من و تمام خطای قرمز وجود دارن که من بتونم جابجاشون بکنم این خطا رو اصلا پاک بکنم خطای جدیدی اینجا بکشم و همینطوری باید رو به جلو حرکت بکنم و احساس میکنن هر موقع هم که یه خطایی انجام شده اصلا به حقشون رسیدن این یه قانونی بوده که نمیذاشته اینا به حقشون برسن برای همین اینا این خطا رو انجام دادن و به حقشون رسیدن و مشکلی هم نداره اینم بگم که خیلی ها با این حالت و این حس یه جورایی پیشرفت میکنن بعضی موقع تو به یه اعتماد به نفس عجیبی بعضی موقع نیاز داری که یه سری کارا رو انجام بدی بری جلو و ازش نترسی ولی خب اونجایی خیلی خیلی خطرناک میشه که آدم هایی که اطرافت هستن فقط دارن بهت میگن بله و به تو اشتباهت رو گوشزد نمیکنن به نمیگن که داری اشتباه میزنی معمولا میگن که چی مدیرای موفق یه سری آدمهایی دور خودشون دارن که اگر اشتباه میزنن بهشون میگن داداش اشتباه میزنی این کاری که میکنی اشتباه طرز فکرت اشتباهه فقط یسمن دورشون جمع نمیکنن کسی که لباس پادشاه میگن. بود آره چی دوستانی دوستانی بود بچه بودیم پا پادشاه لخت اومده بود آره پادشاه لخت اومد همه گفتن به پهچه لباسی فلان اینا بعد یه بچه میاد میگه ای چرا مثلا پادشاه لخته و تازه میفهمه که همه فقط داشتن چاپلوسی میکردن سری اصطلاح خنده هم داریم بادم جون دور قابچین آره باید. 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 مدیرا دورشون بادم دور قابچین جمع میکنن ما هم باید. توی ساعت خودمون باید همچین آدمایی داشته باشیم و دوستانی که نمیترسن بهمون به بگن که آقا فلان کاری که داری میکنی اشتباس این کار رو انجام نده اه... این چیز بود دیگه یه بار تو کام میگفتن فرق دوست و منتوره میگه دوست کسیه که چیزی که تو دوست داری بشنوی رو بهت میگه منتور کسیه که چیزی که تو نیاز داری بشنوی رو بهت میگه چیز درست رو به تو میگه آخه دوست, دوست, مثلا, مم. مثلا تو یه چیزی تعریف میکنی حتی اگه غلط هم مثلا اشتباه از تو بوده باشه دوست ممکن تعریفت کنه به تو یه حس خوبی بده ولی مثلا میگه منتور آخه اینطور اون حس صمیمیت رو نداره دیگه یعنی من مثلا انتظار دارم از دوستای صمیمیم که اگه من دارم یه کار خیلی اشتباهی انجام میدم یا بیازم پس سر بگو چه غلطی داری میکنی باز آخه شرایط هم بستگی داره دیگه از دور اینجوری گفتن راحته ولی تو شرایطشی که قرار میگیری ممکنه تو واقعا اصلا ناخداگاه بری سمت اه... یعنی با اونی صحبت کنی که میدونی تش تاییدت میکنه یا میدونی نمیخواد خیلی مخالفت باشه ولی من یعنی من میگم که اون شاید اون دوست است که باید بیاد سمت تو و به تو بگه داری اشتباه میکنی این یعنی یه سری چیزها رو از دور میبینه به حال توی شرایط زندگی تو قرار میگیره دیگه یه صحبت های انجام میشه از شاید. آره خوب. شاید لزومن, هم اتفاق نیفته کجا بودم آها گفتم که مام خوبه که توی سطح خودمونی همچین آدمایی داشته باشیم دوستانی که نمیترسن به اون که اگه کار خیلی عجیب میکنی بیام بهت بگم دومیش دو چی بود؟ دومیش کالچور نامنس یا بیهسی فرنگی بود اینو باید در نظر بگیریم که اصلا مهم نیست که چقدر آدم پایبند به اصولی هستیم و یا مثلا پرینسپال داریم برای خودمون و اینا همینطور که زمان میگذره اون اصول زندگی ما تحت تاثیر فرهنگ اطرافیانمون قرار میگیره حالا اون میتونه خانواده باشه دوستان باشه محیط کار باشه مثلا یه مثال خیلی باحال داشت میزد میگفتش که این عزیزان نیروی انتظامی یا مثلا ارتش و اینا توی کشورهای مختلف وقتی میخوان به یه گروه تروریستی یا مثلا یه گنگ چیزی اینفیلتر انف... بکنن یا مثلا برن توشون نفوذ بکنن ام... یکی رو میفرستن که آداب اونا رو یاد بگیره ببینه چجوری صحبت میکنن چجوری لباس میپوشن مثلا طرز افزدنشون چجوری و اینا و بشه جزوی از اونا کارهایی که حالا اونا رو مثلا خوشحال میکنه یه سریشو انجام بده که بره بشه جزء اونا که بتونن بریزن اینا رو بگیرن میگفت ولی بعضی موقع خیلی خطرناک میشه چون که یارو یادش میره گم میشه توی نقش خودش و بعضی موقع انقدر با اینا این تنگل میشه انقدر میره جزوی از اینا میشه که اصلا سخت میشه اینا رو بتونی از هم دیگه جدا بکنی و کل اون آپریشن کل اون اتفاقی که افتاده رو میریزه به هم دیگه نمیتونن ازش استفاده بکنن که اگه دیده باشینم هم توی همین سریال شما دارید میبینید خدا بگو اسمشو همین خانوادن همشون دوزن انیما کینگدام آره تو انیما کینگدام هم یه همچین مثالی وجود داره همه جای دیگه هم اتفاق میفته به مرور زمان ما برای اینکه بتونیم جزوی از یه کمپانی یا جامعه یا گروه دوستی چیزی بشیم یه سری رفتارهای رو انجام میدیم با اینکه شاید روز اول کاملا برخلافش بودیم و مثلا برخلاف باورها و اصولهای زندگیمون بوده این بی فرهنگی یکی از اصلی است که آدما میتونن کارهای اشتباه انجام بدن فقط به واسطه اینکه اطرافیانشون به یه سری کارهای اشتباه حالا باور دارن و دارن انجامشون میدن یه آزمایش بود که توی مطب دکتر بود موقعی که زنگ میزدن همه بلند, میشدن. می آره اون یه خانومی بود حالا کنترل شده بود مثلا شاید 20 تا اکتور بودن اونجا داشتن بازی میکردن و یه خانوم هم بود واقعا مثلا رفت بود مطب دکتر یه زنگی رو میزدن هر موقع که این زنگ زده میشد همه بلند میشدن اوایلش خانمه بلند نمیشد اونایی که از قبل هماهنگ شده بود بلند آره, آره همه به غیر از اون خانمه اوایلش این خانمه بود که رفته بود اونجا بلند نمیشد و اینا بعد دید که یواشاش این یه فرنگی داره اتفاق میفته دیگه آخراش اینطوری بود که این زنگ زده میشد و مثلا اینم با بقیه بلند میشد آخرش به اینجا بود که تمام آکتورا رفته بودن این تنها بود این زنگ زده میشد این هنوز بلند میشد وای و اینو منتقل کرد به نسل بعدی آره یه آره. مشتری جدید اومد این این کار کرد آره خیلی قوی بود یعنی این آزمایش مثلا میتونه نشون بده که فرهنگ یه جا جو جوری میتونه حتی تو, تو مدت زمان کم به تو رخنه کنه و ولی این چیزی که میگی توی فرهنگ ما چون یه سری از این کارهای در واقع بی اخلاقی های فرهنگی با پاداش همراه شده دیگه آدمات چیز میکنه همون یکی از مثالایی که خوندی گفته بود اگه فلان کارو نکنم باید برم ته حالا ته صف که چیز دیگه چیز مثال مثال نه استعاره افسش آره. در واقع میتونه کلی چیز دیگر رو در خودش جا بده دیگه ولی شما همیشه اگه بخوای بر قانون پیش برید ته صفری کارت را نمیافته پول کمتری درمیاری میاری ممکنه ارتقای شغلی نگیری ولی اون بادم جون دور قابشینا شنگ میرن یا مثلا چقدر دوستایی که من داشتم که توی جمع سیگاری مثلا رفتیم سیگار نمیکشیده وقتی اومده تو اون جمع مثلا سیگاری شده یا مثلا الکل نمیخورده مثلا الکلی شده مثلا هزار تا چیز دیگه بوده که مثلا طرف روز اول که اومده من خودم قلیون که من مسخره میکردم بچه رو گفتم قلیون رو نسل قاجار میکشید ام. بعد دیگه خودم اونجا زغال میچن خود ناصر آره خودم ناصر دینشا شده خودم ناصر دینشا شده بودم به قول من مثال شخصی بزنم بفرمایید گفتی سوشال نامنس و گفتی که ما رو وقتی به یک کاری وارد میشیم اوائلش شاید خیلی صف باشیم ولی پیش میریم. وابدین آره من خب یه مدت کوتاهی توی یه ماشین فروشی کار میکردم بله توی د... بونگا آره جنه... بونگا به قول <تصفح> ماشین می‌فروختم و اینا بعد خب این از روز اول از استارت کاری که من زدم بیشتر روند کاری و بیشتر حالا روند کاری که اون قسمتی که بر فروش ماشینا میشد برخلاف حالا اون باورها و اون آدای بود که من باش مثلا بزرگ, بزرگ, شده جوی. بودم آره خب ببین چ... این حرف خیلی حرف چیزی ها حرف دلی و سنگینیه ریس... هم دلی هم حرف ریسکیه چون نمیخواید همه کلی, کلی حرف بزنید ولی خب توی این سنف من حالا با چند لوکیشن مختلف با افراد مختلف سر و کله زدم و متاسفانه خیلی پتانسیل بالاست که تو صادق نباشی و برای منافع خودت صدا میده یه ذره ولی خب برای منافع خودت مثلا بخوای حرف راست رو نزنی اون واقعیت که و نگی که سود بیشتری ببری و کمسیون بیشتری بگیری و اینا و خب من حالا اون دو سه هفته اولش اینطوری بودم که اوکی خب اینا دارن اینطوری کار میکنن پس منم باید همین کارو بکنم دیگه چون کمسیونی دیو تو باید ماشین بفروشی که یه مقدار درآمدی کسب بکنی درآمد ثابتی نداری ولی خب بعد از چند ماه که گذشت و اینا من اصلا نمیرفت تو کتم سعیم میکردم که مثلا باب میل اونا رفتار بکنم اون تو اون استایلی که اونا بودن باشم اینا ولی ولی این تضاده خیلی باسم مشهود بود و آخر نتونستم حرفی نزنم و حرف زدن من و این در مقابل اونها قرار گرفتنه باعث شد که من دیگه نخوام ادامه بدم و یعنی از اون کار بیام بیرون ولی من, من اینو کامل درکش کردم, آره تجربهش کردم در صورتی که اگه میموندم ببخشید مخاطب در درآمد خیلی خوبی داشت برام همون مدتا درآمد خوب متفاوتی بود نسبت به کار قبلیم و اگر رو همون منوالم پیش میرفتم میتونستم آینده خوبی داشته باشم از لحاظ پولی مه. عددی سیار انسان با حالا نه باست. اصلا و نه جدی دارم میگم صحبتش رو قبلا کردیم دیگه این این کارهایی که حالا شما شخص واسطی این وسط قرار میگیری و در واقع منفعت تو در خلاف جهت منفعت مشتری, مشتریه مشتری. همشون خیلی در معرض این مدل بد اخلاقی ها ممکنه قرار بگیرن همچون که تو مثلا طرف میگه خب من اگه صادق نباشم ولی خیلی هم ممکنه ضرر جانی به طرف نرسه یه ذره مثلا جنس گرونتر میگیره ولی خب خود من پول بیشتری در میارم. پس این کارو میکنه. همیشه اگه این منفعت‌ها در خلاف جهت هم باشه این سیستم طراحی میشه برای اینکه یه همچین اتفاقات بد اخلاقی توش فراد توش... بپرورونه. آره. حالا دقیقا همیزی که میگی نوشته بود که برای همین خیلی مهمه که حواسمون به اون لحظه هایی باشه که میفهمیم خودمون نیستیم یعنی همین که تو میگی میگه اون لحظه ای که احساس میکنیم اصول خودمون رو داریم زیر پا میذاریم برای اصول حالا فرهنگ غالبی که توی اون محیطی که هستیم هست گفتش که به اینا اگر که آگاه باشی دقیقا به همین آگاهی تو ممکنه برسه طرف که آقا من دارم مثلا الان یه کاری انجام میدم که خودم دوست ندارم پس چرا دارم این کار انجام میدم و شاید بتونی از اون محیط فاصله بگیری و بتونی ازش دور بشی همونطوری که تو الان این کار کردی نکته سوممون سوممون جاستیفاید نگلکت،, نگلکت یا توجیه غفلت بود یه جایش هم میخونم دقیقا همیزی که کارو میگفت میگفت ذکر خیرش شد دوربین تموم شد بکردم چیز آتیش نه من فکر می‌کنم چیز چون صدای بمبیه اینا که معمولا اینو میزنه بعد دیگه میتره که کانتر استرایک همین بوغه رو میزاد بعدن بمب میتره دیدنی بود خلاص انقدر بازی کرد یه جایی داشتم میخونم نشد مغز انسان بسیار توانمنده که تعدیهای کوچیک رو توجیه کنه وقتی که پاداش قابل ملاحظه ای در خطر و اون تعدی هم ریسک کمی داره م. یعنی تو در... پاداش در دسترس در خطر پاداشی که اگر که مثلا اون کار رو انجام ندی اون پاداش از, از بین میره و ریسک کمی هم داره که تو یه پولی رو مثلا میتونی بگیری مثلا همین مثالی که فراد زد من میام به این مثلا کسی که اومده ماشین بخره احتمال شاید مثلا دروغ بگم اگر که بهش راستشو بگم این ماشین رو نمیخره منم پولی نمیگیرم اگه به این دروغ بگم شاید مثلا 1200 دلار مثلا بالاتر این ماشین رو بخره هم من پولام میگیرم اینم زیاد ضرر نمیکنه این مثلا سوادش که نداش اگه, می، اگه میخواست مثلا با میرفت سوادش پیدا میکرد یه همچین چی دقیقا آره دقیقا. یه همچین حالا مثالی یا یه مثال دیگه که میزد میگفتش که فکرشو بکن که مثلا یه خانومیه توی یه منوفکچر توی یه کارخونه داروسازی قبل از اینکه مثلا بخواد شروع کنه به دارو ساختن آرایش کامل رو صورتش رو کاملا پاک نکرده یه مقدار از ریملش میفته توی اون مخزنی که دارن چیز میکنن دارو میسازن و این دارو خیلی گرونی هم هست توی کل همون مثالی هم که تو هم اپیزود قبلی هم همین مثالی زدی توی کل اون چیز داروش یه ذره ریمل حالا اتفاق بدی به وجود نیاد آیا این بعد مثلا میرفت به مدیرش میگفت و اون همه هزینه ای که شده حالا از بین میرفت یا اینکه به خاطر که میدونه اتفاق بدی هم نمیفته باید این ناخالصی حالا تو این داروه باش و ببینیم چه اتفاقی میفته چی هست دیگه مثلا اخلاقی که وارد میشه دقیقا وقتی که پاداش هست خیلی سخت میشه دقیقا حالا ما هممون هم تو این شرایط شرایط که آیا کار درست رو انجام بدیم یا پاداش رو انتخاب کنیم یه قرار گرفتیم تو زندگیمون که من آیا میرم مثلا این کارا رو غلط انجام میدم پول رو میگیرم یا مثلا اون لذتتر رو میگیرم یا هر چیز دیگه پاداشه رو میگیرم یا اینکه کارا رو انجام میدم و همه اینا رو ساکریفایس میکنم و همه اینا رو فدای اون کار درست و اون روش درستم میکنم ولی اونجایی خطرناک میشه که ما سعی میکنیم اون اشتباه رو بیایم برای خودمون توجیه بکنیم مثلا چی میگیم میگیم که حالا این یه بار دیگه یه بار مم. اتفاق میفته دیگه اتفاق نمیفته یا مثلا این خیلی اینو. قانون برای شکوندنه <laughs> یا مثلا خارجی ها میگن you need to bend the rules یعنی که اگر که مثلا قانونی چوبه اینو خمش بکنید نش کنیدش که بتونید کار خودتون loop رو هم پیدا کنید توش چیو؟ آره یا مثلا loop hole. یا مثلا میگیم که منم باید پول در بیارم دیگه خیلیه که نیست که برای همین مثلا دولا پنا میندازم یه جنسی به به نفر دیگه خیلی جوانتر که بودم یه جایی کار میکردم حالا نمیگم کجا ولی این یه صاحب مغازه بود یه دونه مدیر بود این مدیره یه سری هزینه خودش میکرد بعد رسید و میداد به صاحب مغازه پول میگرفت از یه جایی به بعد من خیلی اون موقع بچه بودم شما مثلا 15 سالم بود هم اوایلی بود که ما آمده بودیم کانادا از یه جایی به بعد من میدیدم که این یه سری هزینه ها رو داره منفکچر میکنه همینطوری علکی مینویسه و پولشو میگیره او من برای همین میگم که من معمولا ساکت میشم و هیچی نمیگم و اونجا هم همین اتفاق افتاد واقعا نمیدونستم که باید بگم مثلا من این موضوع رو درست فهمیدم سوادم میرسه یا مثلا اینا با هم دیگه شب پشت پرده یه چیزی دارن من نیام اینجا چون میدونی اینجا هم توی فرهنگ حالا کانادا اینا خیلی روی واژه سنچ و رت و کسایی که مثلا پشت سر هم دیگه میرن صحبت میکنن خیلی تمرکز میزنن که آدمو نباید این کارو بکنن برای همین تحت همین فشار فرهنگیه آره خبرچین اینه که من اصلا نرم هیچی بگم ولی خب الان که دارم بهش فکر میکنم فکر میکنم شاید باید اون موقع مثلا آدم یه صحبتی میکرد باید حرفشو میزد حالا کما این که طرف میگفت نه ما با هم پشت بستیم یا مثلا این مشکلی نداره تو سوادت نمیرسه آقا اصلا تو پیش خودت ممکن فکر کرده باشی تو هم بری بگی طرف حرف تو رو قبول میکنه یا, یا حرف میداره. صد در صد. اون حالا این تا چیز مختلف توی ذهن آدم اون موقع میگذره و حالا توی این شرایط نگلکت که بود جاستیفاید نگلکت میگن که هرچه سریعتر سعی کنیم خودمون رو از اون محیط جدا بکنیم راحتتر میتونیم با این پدیده مقابله بکنیم اینکه من توی یه شرایطی خودم رو نذارم یا توی فرهنگ خودم نذارم که همه دارن سر همدیگه کلا میذارن همه دارن قانونا رو میشکنن پس منم الان جزی از اون فرهنگه و منم میام قانونا رو میشکنم و اشکالی هم نداره دیگه ما مثلا یه پولی هم در میاریم این واسه یه پولی هم این دارد دارد دقیقا. حالا من کسی بگم اخلاقی من شروع کردم یه مدت آه. حالا زیاد تتاک اینو دیدن و دو سه تا مقاله خوندن و اینا که مثلا میگفتش که با محل کارت قرارداد ببن که کار غیر اخلاقی ازت سر نمیزن اونا کار غیر اخلاقی ازت نمیخوام بنویس اینا رو با مثلا همکارات به اشتراک بذار فلان و اینا ولی به نظر من واقعا اینا نشدنیه اینا یه سری چیزایی که ما فکر میکنیم انجام عداس. آره عداس به قول تو این همش عداس به نظر من تنها چیزی که حالا تا الان تونسته من کمک بکنه که حالا رفتارهای بعد اخلاقای بعدی هر چیزی که هست رو آدم بهش گوش زد بکنن یا از مثال بهتر یاد بگیره همین گروه دوستی است آدمایی که دور و اطرافتن باد صحبت میکنن بهت میگن که آیا تو داری یه کاری اشتباه انجام میدی حداقل شاید نظرشون باشه شاید هم تو همیشه 100 درصد با نظر اونا موافق نباشی ولی کسی هست که یسمن نیست حاضر حرفش رو بزنه و به نظر من این گروه دوستی ها خیلی مف خیلی نیاز میشه که آدم توی زندگیش از این جور داشته باشه <applause> من به نظر شخصی من میگم من نمیتونم اینجا الان راه پیشنهاد بدم برای شخص من یه همچین چیزی کار کرده و اگر برای افراد دیگه راه حل دیگه ای وجود داره اگر که واقعا حالا نوشتنه یا شما رو داشتین برید به سر کارتون بگید من میخوام با شما قرارداد بنویسم که فلان و سال مثلا از من کار غیر اخلاقی نخواین هیچ وقت ببین بگید واقعا نمیدونم من به نظر خودم اون کاربردی نیست هیچ وقت. حالا چه تو تتاک بگه چه وارن بافت بگه چه هر کسی دیگه بگه و اگه نشدنیه واقعا نشدنیه توی اون ستینگ زندگی من <applause> منم اگه حرف تموم شد آره بفهم تو ادامه حرفت و حالا تجربه شخصی که داشتی برای منم یه اتفاق افتاد که خیلی نزدیکه به حرفی که تو زدی <applause> اگه یادتون باشه یه اپیزود رفتیم اپیزود 160 کاپی رایت لاز یا قانون حق تکثیر بله بکنم ایمان عرفونو بله و جالبی این بود که حالا بعد یه زمان کمی بعد این اپیزود من حالا توی مهمونی دور همه بودیم که یکی از آشنا یکی از دوستان نه آشنا یه یه پروداکتی رو به ما معرفی کرد که از ایران آورده بود یه باکس کوچیکی بود و این همه به <applause> ما معرفی شد همه کانال‌های دنیا سریال‌ها همه اینا رو داشت و شما باید تو ایران یه مبلغی به میلیون به تومن میدادی مثلا سالیانه و وقتی که حساب میکردی نسبت به کانال ها و سریال هایی که میگرفتی هیچ بود اون مبلغی که میداد من خ... خیلی خوب اون درک آره بعد این خب خیلی جالب بود وقتی میگفت مثلا میتونی از رو تلویزیون ببینی رو موبایلت ببینی اصلا چیز با بود واقعا okay. بعد و خب آدم اگه نخواد دروغ بگه چی میگن وسوسه میشه فس 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 چون یه چیز مثلا مبلغ حالا تقسیم به دلار هم به خصوص میخواستی بکنی اصلا هیچی بود بعد چیزی که حالا <تصفح> داره هرس بخوره <تصفح> آخه خیلی تلاش کردی چیاره چیزی که حالا برای این میخواستم بشه ولی این اپیزود نزدش بشه دیگه آها یعنی واقعا مفید بود آره تو زندگی واو منو فرزاد که نگرفتیم اشتیم. آره میگم آره خیلی, خیلی تلاش هم همین هم میخواستم مخ... میخوا... رفتیم همچنان تلاش میکردیم نه میخواستم بگم اینی که ایمان گفت به گروه دوستی و اینا بلا فاصله بعد این اپیزود 160 بود که این ما با این آشنا شدیم و اینا و مثلا ما خیلی حالا چون صحبت کرده خیلی بود خیلی دیدگاهمون مشخص بود یا نه آقا مثلا این کار با اینکه خیلی باحال بود و مثلا خیلی جذاب آره، آره. بود آره. ولی مثلا گفتیم آقا نه این مثلا ما شاید چیزی نباشه که بخوایم و من فکر میکنم وقتی که حالا برگردیم به اون سوالی که ایمان پرسید که تو رستورانی با رئیس تو اون بد اخلاقه انجام میده و اینا به نظرم یه قسمت از اون یه دلیلی که تو اون لحظه حرف نمیزنی به خاطر اینه که حس میکنی تنهایی اگه حرف رو بزنی به خاطر اینکه اطرافیان همه دارن میگن آقا دارن به اون گارسون حرف میزنن فلان و یه حس تنهایی میکنی حس میکنی اگه من برم کسی نیست پشتم و دلیلی که حالا من و فرها تو اون مثال اون تلویزیون اون باکس چیز بود این بود که حس تنهایی نمی کردیم هفته دو هفته قبلش این اپیزود کاپی رایت رو رفته بودیم دونستیم آقا مثلا داستان چیه و خیلی آماده بودیم به نظرم این اینکه ایمان گفت خیلی درستی که اطرافیان و اینا حالا بخشید جمعه تمام کن من نباید بپرم خیلی شما ببخشید یه نمره منفی گرفتی بفرمید من تو چیز نمیخواستی بگی چون یه نفسی گرفتی من نه نه, این ده. فرهاد داخل خیلی ناراحتی که اون اتفاق نیفتاده من نه 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 حالا همین چیز قانون کپی رایت و اینا رو که میگی الانم خیلی بحثش داغ شده داشتم به بچه‌ها میگفتم یزی اومده به نام دی ام سی ای که همون قانون حق کپی رایت دیگه ولی توی حالا توییچ و تو یوتیوب و اینا الان خیلی داره دیگه میتازونه الان برای خودش و من حالا داشتم با یه سری از دوستان که تو ایران صحبت میکردم داشتم بهشون میگفتم که آره نباید مثلا سی دی های کپی رایت تو همین گردو و فلان و اینا مثلا بهتری که استفاده نکنیم گردو فندق چیه کینگ هم. همش بهتری که استفاده نکنیم ولی خب حرف منطقی میزد میگفت من چجوری تو ایران بیام مثلا فتوشاپ مثلا ماهی 5 دلار بدم برای فتوشاپ چی میگم یعنی بعضی بعضی موقع آدما مجبور میشن واقعا مم. هیچ راه دیگه ای نداره و منم موقع حرفی ندارم بزنم حرفش کاملا منطقیه مثلا من گفتم آدما باید از نسخه پولی پریمیر پرو استفاده بکنن ولی وقتی که نمیشه واقعا نمیشه دیگه یا باید کلا اون تولید محتوا رو بذاری کنار بخاطر یه روش دیگه ای وجود نداره یا اینکه باید از, از همین نسخه های کپیش استفاده بکنیم آره اینجور مواقع حالا تو این مسائل تکنولوژی پیچیده میشه دیگه واقعا خب از تو نمیتونی پرداخت آنلاین انجام بده شاید خیلی باشن واقعا حالا 5 دلار فتوشاپ بخواد بده ولی نمیتونه اه. یه مشکلات دیگه هم میومد به خاطر حالا فیلترینگ و اینا ما مشکل پیدا میکردیم مثلا زبان برنامه‌نویسی جاوا خب همه اسمش شهدیم. بله این زبان رو لایسنسش رو یه کمپانی به اسم اوراکل داره بلد. این کمپانی تو ایران فیلتر بود خب واسه وبسایتش نمیشد ما نمیتونستیم جاوا رو دانلود کنیم اه. بدون فیلترش شکن تو مجبور بودی بالاخره از یه قانونی رو بشکنی از در عقب وارد بشی و اینو چیز کنی به تک میرسه واقعا یه وقتی دست آدمها رو بستن دیگه بود کشور چین این همه جمعیت یک میلیارد خورده ای. گوگل دسترسی ندارن دیگه پلی نداشتن تا هم سال پیش آره جونا چیزای خودشونو دارن آمه. آره میدونم آره پلی استیشن تو چین میزنن آمه. آره آره پلی استیشن بم بود جمعیتی آره مگه میشه آره کنسول بم بدون چه بازی آوه. کنه باحال اونا حتی میگم باز کلی چیزای خودشون آره، کار خودشون علی که اون از امارات مثلا گوگل ندارن آره خلاصه من فقط یه موضوع بود که ذهنمو درگیر کرده بود یه ادامه ای هم داره حالا میخوام هفته بعدی شاید خیلی نزدیک باشم ولی دوست داشتم که از دو طرف به این قضیه نگاه بکنم همین برمیگردیم به همین تکنولوژی و اینا که هفته دیگه ادامش میدم سلسله زدی نه نه سلسله نیست واقعا نه نه سلسله نیست فرهادم که هیچ وقت اون اپیزودا رو نمیره دیگه فرهادم که فکر کنم تموم کرد دیگه اپیزود همونجا گذاشتی و بچه‌ها گوشی تو خیر قماری سه تا دیگه مونده ولی جالبه بعد اینکه اون اپیزود رفتی داشتم یه چیزی میخوندم قشنگ طرف داشت یه رو توصیف میکرد گفت مثلا تایپ شخصیتی این این ای این چیزها بعد گفته او زبان عشق من مثلا فلان اونه. آره بعد خیلی جاده بود تو قبل اینکه تو بگی مثلا نشیده بودم بعدش اش... این اشغ... دیگه زبان عشق من اسفانیه انرژی مورد جون جون چیز داری بگی برام اون داری ها آره ساعت فکر اپیزود یه ساعت و دقیقه حامد رو توییتر جواب داده بود که آخرین باری که کار غیر اخلاقی کردم و نمیدونم نمیتونم به یاد بیارم ولی به کرا توی دو سه سال اخیر سکوت کردم به کسی که دوستش داشتم نگفتم دوست دارم که دلیلش ترس از شکست بود حالا ولی بهش گفتم شما بگین خوبیت داره خودم پایه ثابت خود که هستم توی تو بخونین لطفا تا بهشونم بگم گوش کنه با. شما اینو گوش من دوست دارم این از دیگه چی؟ این جالب بود حالا نمیدونم پشت حرف در ولی شما نظرتون چیه گفته که اینو توی کست باکس خوندم هر کامنت میذارم خونده نمیشه چه فایده به ایما سلام برسون بگو دهنت سرویس نه دهنت رو سرویس آخر قرار شد برای پسرم تو دسام کامپیوتر بخرم اوه. پولشو ازت میگیرم آقای امیر هستن امیره. امیره. آم. آره. آره. از <تصفح> بله بله ما روشیم بازیم همون اولین باری که ما داشتیم بازی میکردیم یا این عزیزم اومده بودم فکرم آلمان هنشون. بعد گفتن که آره من با پسرم داشتم نگاه میکردم حالا خوشش اومده به من گیر دادی که آه. باید کامپیوتر بخری من بهشون گفتم شما اگه برای کامپیوتر بخرید اولین بازی رو من براتون می‌خرم حالا قرار شده که اولین بازی رو برای بچه نه ایشون پول کامپیوتر رو نه که کرده اونو قرآن یه کامنت اومده بود که به نظر من کامنت انتقاد درستیه گفتن که تو رو خدا کمتر حرفای فرقه بزنین ما که فقط صداتون رو گوش میدیم خیلی رو مخه که مثلا سری پیش میگفتیم سوسیس درست بشین و به چون چون بعضی واقعا گوش میدن تصویر نمیبینن ما باید بیشتر دقت کنیم مرسی که گفته این بودم. خیلی منطقیه اینم حالا من کامنت های مرتبط به اینو دیده بودم که گفته بودم من زیاد میپرم تو حرف بچه ها یا مثلا مسخره بازیش بعضی موقع زیاد میشه خیلی منطقیه معذرت میخوام و دارم روش کار میکنم که اتفاق نیفته دیگه در مورد اپیزود فرهاد گفته بودن اپیزود خوب و مفیدی بود این نکاتی که فرهاد گفت شاید به نظر خیلی سطحی باشه اما وقتی پای عملش میاد خیلی سخته و نیاز به تمرین داره واقعا سخته واقعا بفت... سخته بیت ا... گفتم برو یکی رو توی اینستاگرام کوش بده گوش دادی کوش. و جوابم ندادی نمیدونم چرا این کارو نکردی من مجبور شدم جواب بدم از همون که برو گوش بده و جواب من رو حالت خاص گوش دادم آخه آها یکی پیغام گذاشت آره راجع همون اپیزود فرهاد بعد نکته جالبی رو ایشون اشاره کردن براشون جالب بود که حالا فرهاد که مثلا چندین ساله توی رابطه است و فرهاد تصمیم گرفته مثلا این کتاب رو بخونه و میدونی یه تغییری توی کیفیت رابطهش ایجاد کنه ایشون یه مقدار چاکی بودن حالا از رفتار مردا بعد داش میگوتش که براش جالب بود رفتار ما پشمون نه نه از رفتار مرد بعد براش جالب بود که مثلا فرهاد مثلا این کارو کرده که کیفیت رابطه بره بالا نه من اون گوش گوش ندادم من یکم به تو گفتم برو گوش بده بعد خنده زد خنده دار نه خیلی مبحث جدی بود نه نه ببخشید من اشتباه کردم آره دیگه یه من به بش... رسید بهش نیاز پیدا کردم و بعد نه خیلی براشون جالب بود که خود جوش مثلا سعی کردی که رابطه رو بهتر کنی اصلا مسا هم تو یوتیوب گفته بود که کاش ایمان و کانون کی? فقط کی? مس ام ای -E حالا آه. اه. اه. مسا کاش ایمان و کانون -E فقط اجرا میکردن <laughs> بقیه واقعا زیادین خیلی راحت و زیبا بود نکته قشنگیه ببین الان دو تا اضافه تر داره کار میکنه چه <applause> حرفیه نه واقعا ما فکر کنم به این نتیجه رسیدیم که اپیزودهای چهار نفره ما از اپیزودهای دو نفره و سه نفرمون به مراتب بهتره چون هم بحثه میچرخه هم هر کسی نقطه نظر خودش داره از بکگراند های مختلف و از پیشین های مختلف و اینکه من دوست دارم چهار نفرم اون دو تایی میخوان بپیچونن چون اون کامنتو رو اون فرهاد هم از برای گفت دو تا دور نیست منم برای همین گفتم برای... دیگه وگرنه ازش میگذشتم سطحی بکنم <applause> خانواده خودشون گفتن این شده, <applause> شده خانواده خودشون فرستادن کس باکس دوباره کامنت اومده بود که از موضوعات اوش که تعریف کرده بودن از ما مرسی بعد گفتن از نخون فقط آخه دیگه حالا دیگه تعریف هم چیز میشه در مورد تاپیک فرندزون لانگ distance relationship و چه زمانی از دوست داشتن شخصی که به ما علاقه نشون نمیده دست بکشیم اینا رو گفتن در مورد صحبت سخت هستیم خیلی لانگ دیستنس رو که دل دارم ازش من جدیدن فرند زون شدم تاس خب بیا بگو بابا آخرش اینو گفت آخرش هم میگه همین الان همین الان دست بکشید دیگه آه. کارون ما جمع کردیم راست میگه این دو سال گفته بود اون هم آره آره تاپیک کجا جدید تو چیزی دیگه بگی ما در مورد همین ها نه سه تا بود من نرسیدم تعریفش برای شما آره دیگه خبرم داریم نمیدونم بخونیم یه ماراتون بده یه ماراتون یه ماراتون ولی از استرالیا داریم اسم این شیمون الان میگه باید. باید. نه ببخشید استرالیا نیست دو بار گفتیم یه بار گفتم یه بار اصلاح کردم 18 بار تو سنگاپور از این کروزایی که میرن قاره پیما قاره پیما و چند روز روی آبه مثل استرالیایی که پروازایی گذاشته بود که فلایت تو نوور همینطوری دور میزد از این کروزام گذاشتن به خاطر کرونا که صنعتشون نخواست خب, خب ولی بازم آره میرن دیگه ولی بازم آره یعنی میری تو بندر سوار میشی نه نه میچرخه <applause> 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 اون کروز اصلا نکتهش هم بود رو آبی و جای باحالی انگار مثلا هتل رفتی نه مثلا اینکه خبر نداری که حالا کجا رو قراره بری ببینی و ولی برمیگردی راوند تریپه همون دور میزنی خب باز خطرناک نیست یعنی <applause> چرا همون قضیه که چیز خطرناک هاپ هم خطرناکه اونم خطرناکه همین اوایل این بیماری یاد میاد یه کروز بود تو آمریکا آره بابا ترکوند همشون بند خود گرفته بود هم آمریکا هم تو ژاپن و اینا خیلی این ژاپن نمیدونستم ژاپن مشکل <تصحيح> می دکمه اونو خیلی هم عالی ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواییم ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما تاکس که اونجا برای ما پایم های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ